سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی جذاب و جنجالی دیگه اومدم خدمتتون. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه هستید. لطفاً قبل از هر چیز عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. امروز صبح یک شنبه 20 فروردین رسانه‌های ایران از آزادی محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران که به جرم کشتن همسرش زندانی شده بود اون هم با عفو رهبری خبر دادن. محمد علی نجفی چند ماه قبل درخواست عفو کرده بود که نامه اون از طریق زندان در اختیار کمیسیون عفو و بخشودگی قرار گرفت و پرونده اون هم مثل بقیه زندانیان که درخواست عفو داده بودند مورد بررسی قرار گرفت تا اینکه با درخواست عفوش موافقت شد. در عین حال بعضی از وبسایت‌ها صریحاً در این زمینه خبر داده بودند که اواخر سال 1401 نجفی از زندان آزاد شده و شامل عفو رهبری شده و پرونده اون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران برای همیشه بسته شده. آزادی محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران در حالیه که ادعای جمهوری اسلامی درباره عفو سرده زندانیان واقعیت نداره و هنوز بسیاری از زندانیان محبوس هستند. توی آذر 99 وکیل مدافع آقای نجفی بعد از اینکه دیوان عالی اتهام قتل عمد علیه اون رو تایید کرد از امکان آزادی مشروط اون بعد از گذروندن 20 ماه حبس خبر داده بود. حمید رضا گودرزی وکیل مدافعش در اون زمان گفته بود که محکومیت شهردار پیشین تهران برای قتل 5 سال و برای حمل اسلحه گرم 6 ماه است و اون چیزی که قابل اجراه محکومیت 5 سال قتل عمده. میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی توی روز 7 خرداد 98 با شلیک گلوله همسرش در حمام منزلشون کشته شد و عصر همون روز آقای نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد و خودش رو معرفی کرد و انگیزش رو از این قتل اختلافات خانوادگی عنوان کرد. شهردار پیشین تهران ابتدا با رأی شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران به قتل عمد محکوم شد. با این حال شعبه 41 دیوان عالی کشور عمدی بودن قتل رو رد کرد و پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای تصمیم گیری ارسال شد. سرانجام این هیئت توی شهریور 99 اتهام قتل عمد آقای نجفی رو تایید کردن، اما با توجه به اینکه اون با پرداخت 10 میلیارد تومان از خانواده مقتول رضایت گرفته بود موضوع قصاص کاملا منتفی شد. با پیدا شدن پیکر بیجان میترا استاد در حمام منزل، مظنون اصلی همسر اون محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران عنوان شد، اما اون رو پیدا نکردن تا اینکه خود محمد علی نجفی ساعتی بعد با مراجعه به پلیس آگاهی خیابون وحدت اسلامی به قتل همسر دومش با اسلحه اعتراف کرد و بازداشت شد. انگیزه اصلی از ارتکاب قتل رو فشار روانی و مشکلات خانوادگی عنوان کرد. توی دادگاه اولیه به قصاص محکوم شد، اما با توجه به کسب رضایت از خانواده مقتول به 6.5 سال زندان قطعی محکوم شده بود. ازدواج محمد علی نجفی و میترا استاد در سال 97 در فضای مجازی جنجالی به پا کرد و بسیار خبرساز شد و حواشی زیادی هم در پی داشت. بسیاری این ازدواج رو دلیل استعفای نجفی از شهرداری تهران عنوان می‌کردند. محمد علی نجفی توی روزهای اول بعد از معرفی خودش در مورد قتل همسر دومش دلیل کشتنش رو ارتباط با نهادهای امنیتی عنوان کرده. قبل از اون هم این مسئله عنوان شده بود که استعفای نجفی از شهردار بودن تهران انتشار عکس‌های خصوصیش با همسر دومشه. بعضی از چهره‌های اصلاح طلب از جمله جواد امام اعلام کردند که میترا استاد با سازمان اطلاعات سپاه ارتباط داشته و نزدیک شدن اون به
نجفی کاملا هدفمند بوده. نجفی در دادسرا ادعا کرد صحبت‌هاش شنود می‌شده و در اختیار همسر دومش قرار می‌گرفته و در این باره گفت: خودم در واتساپ صحبت‌هایی رو که برای ایشون ارسال کرده بودم شنیدم. خودم نخواستم این موضوع رو پیگیری کنم چون با شماره‌ای ارسال می‌کردند که معلوم نیست از کجاست. دختر آقای نجفی مدعی شد همسر دوم پدرش با ارگان‌های خاصی رابطه داشته و از همین طریق به پدرش تسلط پیدا کرده و اون رو تحت فشار قرار می‌داده. اما خود محمدعلی نجفی تأکید کرد که از هیچ نهادی نام نمیبره و ممکنه که پای شخصی در میون باشه. وزارت اطلاعات نسبت به این خبرها هیچ واکنشی نشون نداد و هر گونه ارتباط با میترا استاد رو رد کرد. میترا استاد فرزند کاکابرار استاد از اساتید تنبور بود و در خانواده ای از پیروان دین یارسان به دنیا آمده بود. یارسان به اقلیت دینی غیر مسلمانی گفته میشه که بیشتر پیروانش در مناطق کردنشین ساکنن. با این حال میترا استاد بنا به گفته های محمدعلی نجفی در دادگاه بعد از آشنایی با یک دیپلمات به اسلام روی آورده و مسلمان شیعه شده بود. این مسئله در حواشی رسیدگی به پرونده قتل اون بسیار تاثیرگذار بود و از جمله شایعات و حواشی مطرح شده محدور و دم بودن میترا استاد به سبب باور و دیانت یارسان و نیز مسئله مراجعه به سید نصرالدین حیدری گوران از رهبران جامعه یارسان برای کسب رضایت از خانواده استاد و عدم قصاص بود که توسط فرزند ایشون تکذیب شد. خانواده میترا استاد مخصوصا برادرش مسعود استاد در اینستاگرام خودش نوشت: به واسطه پادرمیانی بزرگان کرمانشاه و کشور عزیزمون ایران و همچنین وکلای عزیزمون آقای مسعود افرازه و محمود حاجیلویی، پدرم، مادرم و مهیارمون آقای محمدعلی نجفی رو بخشیدیم و از خون میترای عزیزمون گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون اون بزرگوار نکردیم. در صورتی که در دادگاه اعلام شد که خانواده میترا استاد در مقابل دریافت 10 میلیارد تومان رضایت دادند و از قصاص محمدعلی نجفی گذشتند. بعد از کارشناسی درباره نحوه شلیک گلوله‌ها، موضوع قتل عمد کاملاً رد شد. کارشناسان گزارش اولیه مبنی بر شلیک مستقیم گلوله به سوی مقتول را رد کردند و ابراز داشتند شلیک‌ها مستقیم نبوده و گلوله بعد از اصابت به دست میترا استاد وارد بدنش شده و باعث مرگش شده. در نهایت وکیل نجفی آقای گودرزی اعلام کرد که نسبت به حکم صادره به دیوان عالی کشور فرجام خواهی کرده. اون گفت: از یک طرف حکم 6 سال و 6 ماه حبس تعزیری به اتهام قتل عمد و 1 سال و 3 ماه حبس به اتهام حمل سلاح مجازات سنگینیه و به دلیل وجود جهات تخفیف دادگاه میتونسته میزان اون رو کاهش بده. از طرف دیگر اونها قتل رو شبه عمد میدونن و به همین دلیل به دیوان عالی کشور فرجام خواهی صادر شده. که بعد از همه این تلاش ها برای آزاد کردن شهردار پیشین تهران، ایشون بعد از رد شدن عمدی بودن قتل و با توجه به اینکه مورد عفو رهبری قرار گرفت، امروز از زندان آزاد شد و پرونده قتل میترا استاد برای همیشه بسته شد. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.